خب دیفای رندر 1.8 هم اومد، حالا با هم دیگه بررسی میکنیم که چه ویژگی هایی داره و طریق نصبش بشه صورت و چه اتفاقات جدیدی رو رقم زده. بس با من همراه باشید. خب برای اینکه بتونید نصبش کنید و امکانات جدیدش رو ببینید کافی وارد سایت هوش معماری بشید و این انتها دیفای رندر رو روش کلیک کنید. خب دیفای رندر که کلیک کردید توی این صفحه ما دانلود رو گذاشتیم خدمت شما و البته پلاگین های جذابش که برای این ورژن اضافه شده، پلاگین های آرشیکد 21 تا 24 بهش اضافه شده، همچنین 3D Max براش اضافه شده که از 2017 ساپورت میکنه، همچنین اسکچاپ که از 2017 تا 2021 هست. خب راینو هم که روش‌های مختلفی داره که حالا به صورت FX باید ذخیره بکنید و استفاده کنید. برای بلندر و همچنین رویت هم اومده که رویت هم از 2017 تا 2021 هست. خب ویژگی هایی که داره میبینم، همطور که میبینید آیتم های فوق‌العاده اضافه شده و نکته‌ای که خیلی مهمه که میشه گفت خیلی جذابم هستش و به این آیتم اضافه شده، اونم این قسمته، همگام سازی نور و این فوق‌العاده است که از آرشیکد و رویت نورهایی که در آرشیکد و رویت هستن در نرم افزار دیفای رندر به راحتی خونده میشه، مثل نرم افزار این اسکیپ هستش. خب خیلی راحت میتونید بررسی کنید اتفاقاتی که افتاده، جزئیات اونو بررسی کنید، مثل موارد ضروریات پویا در کتابخونه، همچنین نور خورشید HDRI و مدل چند انتخاب شده که میتونید همه رو با هم دیگه تراز کنید، نامرئی یا رای تریسینگ رو میتونید اینجا فعال کنید، ای او خیلی قوی تر شده که در انتهای این صحبت هایی که انجام میدم حتما شما میتونید ببینید و ازش لذت ببرید، از این کلیپ فوق‌العاده، تا متوجه بشید چه اتفاقاتی افتاده. خب گروهی از فریم های کلیدی و همچنین مبحث گروه مدل دیفای رندر که یکی از مباحث دیگه است که شما خیلی راحت میتونید کتابخونه های مختلف رو پشتیبانی کنید. خب آیتم های خیلی زیادی برای این ورژن اضافه شده که شما میتونید این موارد رو بخونید و ازش استفاده کنید، لذت ببرید. خب نحوه نصبش به چه صورت؟ خیلی راحت این گزینه رو میزنید، دانلود میکنید، اگر احیانا توی دانلود به مشکل خوردین باید از فیلتر شکن استفاده کنید و اون رو روی آمریکا قرار بدید. خب پلاگین هم به همین صورت خیلی راحت میتونید دانلودش انجام بدید. دانلود که کردین ببینید یه همچین فایلی رو بهتون میده، این فایل اصلی هستش و موارد دیگه هم که اکسترکت کردین یک فایل هایی به این صورته. خب طریق نصبش خیلی راحته و شما کافی دابل کلیک کنید و چند تا نکست بزنید و اونو نصب کنید. خب پیشنهاد من اینه که براش یک دونه پوشه باز کنید، چون به صورت مستقیم در درایو سی نصب میکنه و در قسمت رومینگ شما بهتره یک درایو مجزا براش در نظر بگیرید. به طور مثال من درایو دی رو براش در نظر گرفتم و توی قسمت پروگرام فایل یک پوشه به نام D5 رو براش در نظر گرفتم، تمام فایل ها رو برای من اینجا ذخیره کرد. خب بهتره که از SSD یا M2 استفاده کنید برای نصبش. خب و بعد از اینکه اینو نصب کردین کافیه برید سراغ D5 در از کانورتور یا همچنین نرم افزارهای پلاگین هایی که وابسته اون هست و اونو خیلی راحت دابل کلیک کنید و نصبتون رو انجام بدید. خب حالا بریم سراغ نرم افزار آرشیکد و ببینیم که توی نرم افزار آرشیکد به چه صورت هست. خب پس از نصب دیفای رندر یا پلاگین دیفای رندر برای نرم افزار آرشیکد خیلی راحت می‌بینید که در اینجا به ما یه پلت به صورت کاملا مجزا داده که میتونیم ازش استفاده کنیم. نحوه کار باهاش هم بسیار ساده است، این گزینه سیتینگ رو شما بزنید و اطلاعات و یه سری تغییرات رو روش انجام بدید و گزینه استارت اون اولی رو میتونید بزنید و از امکاناتش استفاده کنید. خیلی راحت سینک میشه و ارتباطش با نرم افزار در از D5 و آرشیکد بسیار عالی هستش. خب اینجا پس گزینه استارت رو میزنید و وارد دیفای رندر میشین. با هم دیگه این کار انجام بدیم. خب همونطور که میبینید پس از استارت یه همچین گزینه‌ای برای شما میاد، میگه که یک فایلی رو سلکت کنی یا اینکه همین رو اوکی کنی. شما زمانی که اوکی میکنید همین فایل شما در داخل دیفای رندر ذخیره میشه و وارد این پروژه میشه. خب یه مورد دیگه هم خدمت شما از آن بگم که شما چند تا گزینه متعدد دارید در
کار با این نرم افزار. خب همینطور که میبینید فایلی که من میخواستم اینجا اومد. خب تنظیمات نور و مواردی که خدمت شما در دوره شماره 7 گفتم و نوع ریل تایم بودنش و همچنین کیفیتش و این موارد و همه موارد رو به شما توی دوره شماره 7 کامل آموزش دادم که چطوری بتونید پروژتون رو زیبا کنید در دیفای رندر. خب اینم از این بخش. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. سوالی چیزی داشتید میتونید کامنت بذارید تا بتونیم کارتون رو پیش ببریم و حالا مشکلی هم اگه بود میتونید به ما بگید. همین شما از نانو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. Thank you.